عرض ادب و احترام دارم خدمت تو هموطن بسیار نازنینم که نظارگر این برنامه هستید. من سعید سکویی هستم که از آنتن جهانی تلویزیون آریا مرک از شهر لس آنجلس، کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده آمریکا، در این روز دوشنبه دوم ماه مارچ سال 2009 میلادی به مناظرتون میام و یکی دو ساعتی در کنار شما هموطنان بسیار نازنینم هستم. با هم درد دل میکنیم، با هم به گفتگو مینشینیم. حضورتون عرض کنم که زمان با سرعت عجیب و غریبی بی سابقه ای داره فلای میکنه، داره پرواز میکنه. یه چیزی نزدیک به 18 روز به پایان سال 1387 خورشیدی باقی نمونده و داریم میریم که وارد یک سال جدید بشیم. 30 سال کشورمون اشغال شده، 30 سال یک رژیم دست نشانده خونخوار که پایبرانش، سردمدارانش، رؤسای قومش، اونهایی که در رأس هرمش نشستند، از پسترین و کثیفترین، زالوصفتترین کسانی هستند که شناسنامه ایرانی به ظاهر دارند. خلق و خوی ایرانی، فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی تنها چیزی است که در دی ان ای اینها، در ژن انسانی اینها وجود نداره. این بیابانگردها، این انسانهای دوران قارنشینی، همین کسافت هایی که 30 سال با دکانداری دینی کشور ما رو اشغال کردند، ما رو چندین قرن به عقب بردند، تمام سعی و کوشششون، هدفشون در این روزهای حساسی که از نظر اقتصادی در درون با بنبست دهشتناکی دارن دست و پنجه نرم میکنند، خط فقر به 800 هزار تومن برای هر ایرانی رسیده. یعنی تو باید 800 هزار تومن درآمد داشته باشی که تازه در خط فقر باشی. فساد، تاراج اموال ملی، قتل و غارت و جنایت و اعتیاد و بحشا و دیگه همه چیز قوقا میکنه. هممون دیگه این چیزها رو میدونیم. از هر طرف که بگید، مقامات خونخوار و جنایتکار این رژیم، از هر گروهی، از هر طبقه، از هر طیف و باند مافیایی که این رژیم در هم تنیده شدن و خون مردم رو دارن میمکن، دارن سعی میکنن توسط لابیگراشون، توسط معمم و مکلاشون، توسط تئوریسینهاشون، توسط کاتالیزورهاشون با آمریکا به هر نحوی که شده بنشینند و مذاکرات رو آغاز کنند و یک تضمینی برای بقای خودشون، برای ماندگاری خودشون بگیرن. چون الان اینها مثل چوب دو سر طلا هستن، در درون مردم ایران هر لحظه دارن آمادگی خودشون رو بیشتر از لحظه قبل برای جنبش، برای ایستادگی، برای براندازی این رژیم دارن دندون به اینا نشون میدن. در برون چه کشورهای خاورمیانه، چه کشورهای خلیج فارس، یعنی همسایه های خلیج فارس ما، چه عراق، افغانستان، شیخ نشین های کوچک از یک طرف، آسیای میانه، اروپا، آمریکا، همه فهمیدن به طینت کثیف این رژیم با اینکه دست نشانده خودشون هست، پی بردن که اینها دیگه وحشی شدن، اینها دیگه لگد دارن میندازن، اینها فراموش کردن ارباباشون کیه، اینها فراموش کردن چه کسانی اینها رو سر کار گذاشتن و در نهایت با یک بنبست دو طرفه روبرو شده و از طرفی معمارانش، مهندسینش، کاتالیزورهاش و اونهایی که این رژیم رو دارن میگردونند به فراست افتادن، به هر نحوی شده در دوران جدید ریاست جمهوری آمریکا که شخص جناب آقای براک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا هستند و سرکار خانم هیلاری کلینتون بتونن این مذاکرات رو هرچه زودتر به ثمر برسونن و بتونن یک تضمین امنیتی برای رژیم خونخوارشون بگیرن.
صحبت ها و نمیدونم رئیس نیروهای ستاد ارتش آمریکا آقای مولر چی میگه و اون نمیدونم آقای گیت چی میگه و این بازی ها هم که در طول 30 سال گذشته همه رو دیدیم. اما آنچه که مهمه با تجربه‌ای که در طول 30 سال گذشته به دست آوردیم، چه از رسانه‌های گروهی وابستمون به رژیم اسلامی، چه آدم‌های کوچک و بزرگ و آنهایی که به اصطلاح ژورنالیست هستند، قلم به دست هستند، قلم به مزد هستند و اونهایی که به هر ترتیبی در خدمت این رژیم کثیف و خونخوار کار کردند در طول 30 سال گذشته، همه اینها که در پیرول این رژیم هستند، پول خون ملت ایران رو دارن میخورن، بیشتر از سران نظام، بیشتر از این رژیم دست نشانده و جنایتکار، نگران اوضاع و احوال خودشون هستن. پس همه دست به دست هم دادن به طریقی در این اوضاع اسفناک رژیم اشغالگر اسلامی، به یک طریقی این رژیم رو برای بار چند هزارمین بار حفظش بکنند. پروژه های مختلف، سناریوهای مختلف، در حالی که در درون کشور ما در دانشگاه‌هایی مثل امیرکبیر، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، این دانشگاه، اون دانشگاه، فریادهای مرگ بر دیکتاتور داره سر داره داده میشه و درگیری رو در رو بین دانشجویان و نیروهای لباس شخصی و امنیتی و نمیدونم بسیج و سپاه و این گونه مسائل، حالا دیگه من وارد به این وده ها نیستم، در شرف، یعنی داره پیش میره. ما در خارج از کشور حقه بازی ها و کلک بازی ها و هر کدوم به نوع خودش محیط رو در همین وضع نگه داشتن، در وضعی که در طول 30 سال گذشته بوده از بزرگ و کوچک، دارن زمان رو سپری میکنن تا اونها بتوانن به یک طریقی تضمین امنیتی خودشون رو از دولت جدید آمریکا بگیرن. یکی از روزهایی که در تاریخ کشور ما، در فرهنگ ما، در سنت ما، در تاریخ کشور ما بسیار روز بزرگی است که تمام مردم قلبهاشون به هم نزدیک میشه، پیوند به اصطلاح روحی روانی با هم پیدا میکنن، در یک کار با هم دخیل میشن، شریک میشن، همه با هم قلبهاشون میتپه، همه از روی آتش میپرن، همه میخواهند سال کهنه رو، آخرین چهارشنبه رو پشت سر بگذارن، شب چهارشنبه سوریه. این چهارشنبه سوری میتواند به آتش این به اصطلاح بوته و این آتش بازی به عبای آخوند بگیره، به عمامه آخوند بگیره، به این ریشه این آخوندها رو بسوزونه. اما حالا پروژه های مختلف، سناریوهای مختلف برای به هرس کشیدنش، برای کم اهمیت کردنش، برای این رو نذارن تو دست مردم بیفته و مردم بتونن حادثه آفرینی کنن برای براندازی رژیم، حالا تمام این کثافت ها به فراست میفتن و با برنامه هایی که بهشون میدن میخوان این رو در کنترل کامل رژیم نگه دارن. هیچ روزی در تاریخ ایران به اندازه چهارشنبه سوری نمیتونه آلات و ابزاری در دست رسانه های گروهی باشه که صدا و تصویرشون به راحتی به درون کشور میره و میتوانن در این چند روز، یکی دو هفته باقی مانده، یه هفته و چند روز باقی مانده، بتونن یک پلنی، یک برنامه‌ای بریزن و مردم رو در این روز که همه به خیابان ها میریزن، روی سنتشون، رو آداب و رسومشون، رو فرهنگشون، رو هویتشون، بتونن یک بهره برداری کامل از این کار بکنن. دیگه لزومی نداره 15 نفر تو صف نونوایی برن، تو صف نونوایی که تا زمانی که ما خودمون رو شناختیم به دنیا اومدیم همه تو صف نونوایی رفتن نونشون رو بخرن. هر کس برنامه‌ای، پلنی برای چهارشنبه سوری داشته باشه که اون پروژه مال رژیم نباشه رو باید کمکش کرد، باید همیاری کرد، همکاری